انسان طی 1,000,000 سال آینده چه شکل خواهند بود؟ اکثر گونه‌های موجودات روی زمین فانی هستن. اونها یا منقرض میشن و یا در طول زمان به گونه‌های دیگه ای تقسیم میشن و یا به دلیل جهش‌های ژنتیکی تصادفی و تغییرات زیست محیطی دچار تغییرات فراوان میشن. به نظر میرسه که پستانداران به صورت عادی حدود 1,000,000 سال عمر کنن. انسان‌های مدرن امروزی که از نسل هوموساپین‌ها هستند تا الان حدود 300,000 سال بر روی زمین زندگی کردند. سوال اینجاست که اگه زندگی انسان‌های مدرن بر روی زمین به 1,000,000 سال برسه به چه سمتی خواهد رفت؟ همراهان تکسون تیوی سلام. تا به حال براتون سوال شده که انسان‌ها 1,000,000 سال دیگه چه شکلی میشن؟ اگه برای یک بار همین سوال به ذهنتون رسیده، این ویدیو رو از دست ندیم. ولی قبل از تماشای ادامه ویدیو ازتون میخوایم لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید تا از آپلود ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. انسان در 1,000,000 سال آینده. بعضی از نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی پیش‌بینی کردند که انسان‌ها بعد از 1,000,000 سال به تکامل رسیده و تبدیل به موجوداتی کاملاً متفاوت میشن. اچ جی ویلز یکی از این افرادیه که توی سال 1883 مقاله انسان در 1,000,000 سال آینده رو نوشت. اون توی مقاله خودش پیشبینی کرده که انسان 1,000,000 سال آینده موجودی با مغز بزرگ و جثه‌ای بسیار کوچیکه. اون توی مقاله های بعدی خودش این پیشبینی رو اضافه کرده که ممکن انسان‌ها به 2 یا 3 گونه جدید تقسیم شن. هرچند پیشبینی ویلز هنوز به زمان تحقق نزدیک نشده، ولی 3 گزینه‌ای که اون برای انسان در نظر گرفته هنوز هم درست به نظر میرسه. انسان ها منقرض شده باشن، تبدیل به چند گونه دیگه شده باشن و یا دچار تغییرات اساسی بشن. الان این نکته رو هم باید در نظر داشت که با وجود علم بیوتکنولوژی میشه احتمال وقوع هر کدوم از گزینه ها در مورد انسان های آینده رو افزایش داد. تأثیر تکنولوژی بر انسان. تکنولوژی‌های آینده میتونن انسان‌ها رو باهوش‌تر، قوی‌تر و دارای توانایی‌های بیشتری کنن. از جمله این تکنولوژی‌ها میشه به میکروچیپ‌ها، علم ژنتیک، آپلود مغز انسان بر روی کامپیوتر و هوش مصنوعی اشاره کرد. اینکه بشه آینده رو دقیقاً پیش‌بینی کرد غیر ممکنه، چون آینده به عوامل بنیادی متعددی وابسته است. اینم بگیم که تکنولوژی‌های شناخته نشده و محدودیت‌های بیولوژیکی از جمله عواملی هستن که ناشناخته هستن و بر روی آینده انسان اثر دارن. توی بلند مدت لازم نسل‌های زیادی از انسان‌ها پشت سر هم از گونه‌های انسان‌های پیشرفته باشن تا بشه گفت فرابشر ایجاد شده و فرابشر گونه‌ای باشه که خود رو انسان واقعی بدونه. شبیه‌سازی مغز انسان. شبیه‌سازی مغز انسان به معنی آپلود داده‌های مغزی برای یک کامپیوتر و تبدیل انسان به یک نرم‌افزاره که در نتیجه اون هوش نرم‌افزاری ایجاد میشه و میشه در آینده مورد توجه انسان‌های زیادی قرار بگیره. در کنار هوش نرم افزاری میشه انتظار داشت هوش مصنوعی کنونی هم به مرحله آگاهی برسه و در تقابل با انسان‌های کامپیوتری قرار بگیره. شاید بشه آینده‌ای رو تصور کرد که انسان‌ها به طور کامل با هوش نرم افزاری و هوش مصنوعی جایگزین شدن. زمین در 1,000,000 سال آینده. یکی از پیش‌بینی‌ها اینه که انسان‌ها توی 1,000,000 سالگی زندگی انسان مدرن روی زمین هم مثل انسان‌های امروزی هستند، با این تفاوت که تعداد بسیار کمتری دارن. طبق این پیش‌بینی سطح زمین در اون زمان اکثرا پوشیده از حیات وحشه، چون دیگه نیازی به کشاورزی و وجود شهرها نیستش. جدا از دلایل واضح کنونی و تهدیداتی که بشر بر سر راه خودش داره، اگه در 1,000,000 سالگی حضور انسان‌های مدرن بر روی زمین، نسل بشر بر روی زمین منقرض شده باشه، میشه دلیل اصلی رو در عدم وجود احترام، عدم تحمل و جنگ با فرابشر آینده دونست. حالا شما به ما بگین، به نظرتون تفاوت مغز ما و نئاندرتال‌ها چیه؟ خوشحال میشیم نظرات و دانشاتون رو برامون توی بخش کامنت بنویسید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً و حتماً لایک کنید و به دوستانتون هم معرفیش کنید. ممنون که با ما همراه بودین.